بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، کتابی که همراهی شما میخوانیم و شرح میدهیم کتاب عقیده واسطیه هست، العقیدة الواسطية. عقیده از کلمه عقد گرفته شده هست. الله تعالی میگوید که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای آنهایی که ایمان آورید به عقدها وفا کنید. عقد بستن، عقیده چیزی که به دل بسته شده است، با یک دهن دو دهن سخن و یه تغییرات درآورده نمی شود به عقیده. عقیده انسان هست که الله تعالی هست، عقیده انسان هست که انسان از آدم به دنیا آمده است، نه از میمون. عقیده هست که الله تعالی آدم را آفریده است، نه از یک بعد یک ترکش این عالم به وجود آمده است. همین عقیده، آن چیزی که انسان در قلبش اعتقاد میکند، باور میکند. عقیده چیزی است که در قلبش جازم است، جزم کردگی است، بسته شدگی است. یعنی هم تو نایستاد است، او بسته شدگی است، یعنی به هر یک شمال و بادها او کشاده شده نمیرد، چیزی بسته شده. الواسطیه نسبت به واسط، واسط یکی از شهرهای عراق. سبب این عقیده، عقیده واسطیه نام گرفتنش این است که یک قاضی از واسط شیخ الاسلام رحمت الله علیه را در محکمه وا میخورد، بعد التماس میکند که میگوید برای من و برای اهل و عائلم یک عقیده نوشته دهید. بعد شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگن که عقیده ها بسیار است، کتاب های عقیده از علما ها تألیف ها هست، کتاب ها هست، یکی آنها را گیرید خوانید. کی میگوید نه، برای من آن چیزی که شما می نویسید همان لازم است. میگن نباشد قاضی بود شیخ الاسلام تعمی، یگان مراتبه نه قاضی شدن، نه مفتی شدن رحمت الله علیه، نه امام بودن، نه امامی پنج وقته بودن، نه امامی جامعه بودن، یکان منصب نداشتم، برای اون که به منصبم نمیگذاشتم. اهل حسد بسیار بودن، چون که این آدم یه علمی داده شد که علمی بی نهایت وسیع داده شد، بنابراین حسد کننده ها هم زیاد بودن. واسطیه نسبتاً به واسط، همین قاضی، قاضی از قاضی های واسط التماس میکند که شیخ الاسلام تعمیه برای او یک عقیده نوشته، تا اینکه ما همراهی اهل و عائله ما همون خانم حفظ کنیم و با همون عقیده الله تعالی را واخوریم. بنابراین استاد ما شیخ عبدالمحسین هم گفتند که کدام انسان اگر با الله تعالی را با عقیده واسطی واخورد وارد جنت میشود. یعنی طبق عقیده واسطی اعتقاد داشته باشه در قلبش، وارد بهش میشه. و این کتاب شیخ الاسلام تعمی عقیده واسطی نمونده نامشه. و این کار بعد نماز عصر بود برادرای عزیز، بعد نماز عصر در مسجد حرم در کعبه بودن که التماس کرد. بعد شیخ الاسلام تعمی دیگر برای خودشان لازم دانستند و نشستند، بعد نماز عصر نوشتن تا نماز شامه. همین کتاب نوشتن یگان مراتبه مراجعه نکردن، مراجعه یعنی از نو خوانده می براید یه بار. بعد اینکه نوشتید خوانده می براید، اگر یگان غلط کرده باشید از نو می نویسید. نکرده، همیشه نویستن دادن در دستش دیگر تمام. این قاضی به شهر واسید رفت، دیگر شیخ الاسلام تعمیه هم وانه خورد، شیخ الاسلام اینه دیگر وانه خوردن. لیکن بعدی 7 سال واقعه به شیخ الاسلام مکتوب از خلیفه می بیاید، در حیرت می افتند چی گپ باشد. بعد به خلیفه میرم که آن وقت خلیفه در مصر می نشست. بعد به مصر رفتن، وقتی که رفتن که در آن مجلس تمام قاضی های 4 مذهب و مفتی های 4 مذهب، علمای مشهورترین دنیا همه تا از هندوستان آمده بودن. خلافت اسلامی که پهن بود به هر یک امیر شهرش مکتوب کرد خلیفه که فلانی فلانی عالم ها را فرستان گفتند. یعنی عالمترین مردمی
مسلمان ها رو جمع کرد. بعد شیخ الاسلام هم نمیدونند، مردم هم نمیدونند که این مجلس برای کی است. بعد گفته شد که هذا المجلس عقد من اجلك، این مجلس برای تو شده برپا کرده شده ابن تیمیه. آنهایی که شیخ الاسلام رو حرمت نمیکردن ابن تیمیه میگفتن. اصل از کلمه شیخ الاسلام، لقب شیخ الاسلام ابن القیم شاگردشان مشهور کرده است، یعنی حتی در زمان زنده بودنشان این لقب بود، یعنی این لقب اساسا ابن القیم شاگردشان. سمعت شیخنا شیخ الاسلام قدس الله روحه و طیب ثراه، رأیت شیخنا شیخ الاسلام قدس الله روحه و نور ضریحته، گفته ذکر میکنم. برای آنکه واقعا اگر چی خیلی که بعضی علما گفتن اگر پدر و مادر ما رو از دنیا از آسمان به زمین آورده باشد، یعنی به دنیا، استاد ما رو از زمین به آسمان برداشته است، بنابراین احترام میکردم و حق استاد رو میدادم. بنابراین شیخ الاسلام از همونجا پیدا شد. ابی العباس، پدر عباس، شیخ الاسلام عباس گفتگی فرزند نداشتن، برای اون که شیخ الاسلام خاندار نشدن، نه خاندار شدن نه کنیز گرفتن، لذت زن ندیدن، برای اون که مشغول با لذت علم بودن، وقتی خالقی نداشتم. برای اینکه نکاح بعضی انسان ها تعجب میکنن، چه خیر میگن شیخ الاسلام تیمیه زن نگرفت. حکم نکاح چیست؟ حکم نکاح، نکاح یک عقد است، یک امر است که پنج احکام همش داخل میشند، یعنی مانند نماز بامداد، دو رکعت فرض نماز بامداد، حکمش چی؟ فرض است، تمام، تغییر نیابنده از روزه داشتن ماه رمضان فرض است. اما نکاح چی؟ نکاح می شود فرض، نکاح می شود مستحب، نکاح می شود مباح، نکاح می شود مکروه، نکاح می شود حرام. پنج حالت به نکاح قبول می کند پنج حکم را، فهمیدید برادر عزیز؟ بنابراین به بعضی انسان ها نکاح یعنی فرض است. آن آدمی که اگر نکاح نکند زنا می کند، آن آدمی که شرایط خانداری دارد، خانه دارد، امکانیت زن گرفتن دارد، اگر زن نگیرد به زنا واقع میشد، برای این آدم فرض است. یا آدمی کمبغل است، بیچاره شهوتش بلند است، ولی کمبغل است، مال و ملک ندارد، امکانیت ندارد، یا در سفر است، یا دگان دیگر مشکلی ها دارد، برای این روزه میگیرد، برای این مستحب است گرفتن. یا آدمی هست بیمار است مثلا، یا اینکه آدمی هست که از او مقصد اگر فرزند نمی شده باشد، این دیگر مسئله ها، این عیب در نکاح هست، این بیان میکند. برای بعضی انسان ها خاندار شدن حرام می شد، می داند که مثلا خانداری کرده نمی تواند، جای ندارد، خانه ندارد، مال و ملک ندارد، قوت ندارد، سلامتی ندارد، و همین زن، همین دختر مثلا نامش به زنی شوهر دیده می براید، لیکن مقصد همین حیات خوب رو نمی بیند، می داند که حق زن رو ادا کرده نمی تواند، چون که این علیکه، برای تو علیکه، یعنی واجب است که حق همسرت رو ادا کنی، وای واجب است، حق ادا کرده نمی تواند، دانسته نمی گیرد، حرام است، مکروه است در بعضی حالات ها، و در اکثر احوال مستحب است، سنت است، گیرید ثواب است. شیخ الاسلام مشغول به فرض بودن، مشغول بودن واقعا. حالا اگر من نیت کردم برای شما کمتر از عقیده میخونیم و کمتر از مناظره میخونیم، این عقیده واسطیه، مناظره عقیده واسطیه دارد در مجموع الفتاوا. چی معناش مناظره؟ همین مناظره ای که الان به شما یک قسمش نقل کردم که پادشاه خلیفه میگوید که این مجلس برای تو چی شد، همین مناظره میخونیم کمتر. برای چی؟ برای که این مناظره با عقیده واسطیه علاقمندی زیچ دارد. برای چی؟ برای که پادشاه میگوید که ما شنیدیم و ما خبرها آمد که تو مردم رو به عقیده دعوت میکنی، از خودت یک عقیده نوشته، مردم رو به همین عقیده دعوت کرده استاده ای. بعد حیران میشم، من میگم کی نوشتیم؟ با همون کتاب میبرم میگم
مقصد این خیلی گفتی آن خیلی گفتی میگویم میفهمم که همون عقیده واسطیه که 7 سال پیش نوشته بودم. نوشتن یک نسخه هم همراهش ندارم. نوشتن دادم به یک آدم. دیگه یک نسخه ندارم. میگوید که تو مردم رو دعوت میکردی فلان فلان سخنها را گفتی، گفته وقتی که بعضی جمله ها را گفتن فهمیدن که همان عقیده را در نظر دارن. اون کتاب پهن شده است. الله تعالی اخلاص دید همین خیلی. شما به یک نفر نوشته دادید با مقصدی پهن شدن نه. من خانت به خان رفته همراهی زن و بچه. اون میبرد که یک کسی دیگر همسایش از خیش از شاگرد میخواند، معقول میشد، نوشته میگیرد، از وای دیگر کس نوشته میگیرد، همین گونه کتاب پهن میشه. من بینید امروز در نزد شما ایستاده است. شیخ الاسلام تیمیه سال 728 از دنیا گذشته، 700 سال پیش. امروز کتاب در پیش شما است، یکان حرفش کم نشده. بعد وقتی که میگن در شیخ الاسلام تیمیه میگن من هیچگاه از پیش خودم عقیده نوشته مردم رو دعوت نکردم و اینگونه کتاب ها رو هم تقسیم نکردم. بعد وقتی که میگن میفهمم که عقیده واسطیه که نویسته بوده همون رو در نظر دارد. بعد میگن که خب مقصد چی کنید؟ هر یک عباره شما در نزد شما جواب میدم. که اگر ملاحظه داشته باشد خیزد از جاش، یک جمله میخونیم. بعد خلیفه میگوید که همون کتاب هست، کتاب نبود از در مجلس. بعد یک کسی میفرستونن کتاب گرام بیاد. وقتی که کتاب عقیده واسطیه گرام بیاد، بعد شیخ الاسلام تعمیه میخواهن خوانن که یک عالی میگوید که تو نخوان. میگوید شیخ الاسلام خودشون هم راضی میشن، خلیفه هم میگوید دیگر کس خواند. بعد نگوید که شیخ الاسلام از ترس مردم یکان جملهش پنهان کرد. همه اشعری و ماتوریدیش دیگه از آخر همین دامله های هنفی های و مالکی های شافیه ها چه خیلی هست آخیر؟ همش اشعری هست، هنفی ها ماتوریدی هست، مالکی ها کتی شافیه ها اشعری هست. حنبلی یعنی مذهب حنبلی یگانه مذهبی که در هم در فقه و هم در عقیده در مذهب امام احمد ماندگی هست. امام ابو حنیفه مگر اشعری بودن؟ ابو اشعری کی پیدا شد؟ اشعری در سال 300 به دنیا آمد، امام ابوالحسن اشعری. و امام ابو حنیفه در سال 150 از دنیا گذشتند. سال 80 به دنیا آمدند، سال 150 از دنیا گذشتند. چه امام ابو حنیفه اشعری میشن آخی؟ نمیشن. همین گونه مالک هم، شافعی هم، اینا همه از اشعری پیش بودن. و پیروهای این مذهب ها، اکثری پیروهای این مذهب ها حنفی ها در مذهب ماتوریدی است و شافعی ها و مالکی ها. مالکی ها میدونید مالکی ها در افریقا است. امروز مالکی ها مردم افریقا، غیر مصر، مغرب، موریتانیا، تمام دیگه باقی مانده دولت های عربی افریقایی، اینها مالکی هستند. اما مصر هم شافعی دارد، هم حنفی دارد، هم احمد مذهب حنبلی های هم دارد، لیکن کمتر. اکثریتشون شافعی و حنفی ها هستند در مصر. مصر هم افریقا هست، یعنی قاره افریقا در مذهب مالک است. اصلا امام مالک از مدینه بودن، لیکن مذهبشان خواست الله تعالی است، همین خلد به قاره افریقا رفت. مذهب احمد در جزیره عرب است، اساسا مملکت عربستان سعودی، قطر، اردن، یعنی امارات، همین جاها در مذهب حنبلی هستند. و کم شخصیت ها در عراق در مذهب حنبلی هستند، چون امام احمد اصلا عراقی هستند، امام ابو حنیفه هم عراقی هستند، امام شافعی هم عراقی هستند اصلا. ولی در مصر مذهب دویومشان در مصر تغییر یافت. خلاصه تمام علما ها را جمع کردگی میگن که با نگو نشود که در بین همون قدر عالم های کلام
یگانه آنها با فکر نکند که ابن تیمیه یگان جمله یا یگان کلمه را پرتافت نگوید، بنابراین زملکانی میخواند. میگن زملکانی بسیار عالمی کلام بود، بسیار عالمی بقوت بود، یگانه شخصیتی که در برابر شیخ الاسلام ابن تیمیه اگر نقاش و جدال کند یعنی تاب می آورد کم و بیش، یعنی بیهوش نمی شد و می ایستاد همی خیل. اما دیگرها یگان کس به شیخ الاسلام تعمیه طاقتی جدال کردن نداشت. همین زملکانی را می گونم که تو خان، بعد زملکانی عقیده واسطی را می خواند، یا جمله می خواند می ایستد. اگر یگان اعتراضگر خیزد و اعتراض بیان کند، ای ابن تعمیه تو در همین جا خطا کردی، عقیدت باطل است گوید، بعد جواب میگرداندن. اگر هیچ کی خاموش نشیند خواندن میگرفت. همین گونه مجلس 3 روز دوام کردگی است. بعد در آخرش شیخ الاسلام تیمیه گفتن که کدام آدمی که از همین کتاب یه حرف خطاگی یابد، یه حرف یابد که خلاف عصرهای سیگانه باشد، خلاف یعنی زمان صحابه هایو تابعین و تبع تابعین باشه، من از این قولم میگردم. افته به اهل مجلس مهلت دادم که هیچ کسی دیگر اعتراض بیان نکرد. هر کسی که اعتراض بیان کرد شیخ الاسلام در جایش جواب میگردم دادم که اینه میخوانیم انشاءالله، هر درس یک 10 دقیقه انشاءالله میخوانیم از وای کتابم، برای اونکه وای اصلا عقیده واسطی است، یعنی مناظره عقیده واسطی است، کشمکش جدال بین شیخ الاسلام تعالی و بین دیگر عالم بود. در این مجلس بسیار فقها بودند، بعضی عالم های دین عالم های خوبند، لیکن در عقیده اهمیت دادگی نیستند. عقیده چی است؟ عقیده همین که من ایمان آوردم به الله تعالی، ایمان آوردم به فرشتگان، به روز قیامت، به تقدیر نیکی و بدی، به جنت و دوزخ، گویی تمام. همین عقیده هست میفهمم. نمیدونم که عقیده جزئیات وسیع دارد. بنابراین بعضی علما ها میگفتن که ما اسلمت معارفنا الا بيد ابن تیمیه، ما معارف یعنی خداشناسی ما در دست ابن تیمیه سالم شدگی است. ما در عقیده ما غلط و خلل خطاگی بود به سبب اون که همین کتاب های همین شخصیت را خواندیم اصلاح شدیم. در مجلس بودن شخصیت هایی که ماتوریدی بودن، اشعری بودن، وقتی که مجادله را گوش کردن، 2 نفر وقتی که جدال میکنه، یا عالمی مثلا حنفی، یک شیخ الاسلام تیمیه، یا عالمی مالکی شیخ الاسلام تیمیه، دیگر ها باقی مانده ها گوش میکند. آدمی که عادل باشد، معتدل باشد، آدمی علمدار، آدمی با تقوا میشد. بگذار عقیدهش دیگر باشدم، باید همی خیلی باشد. ما مسلمان ها طالب علمان همیشه جانبداری حق باشیم، اگر چنده که گوینده حق آدم خوب نیست مثلا، یا ما بد میبینیم با کدام سببی نباشد، لیکن گفتش حق است. الله تعالی چی گفت؟ و کذلک یفعلون قالت ان الملوک اذا دخلوا قریه افسدوها و جعلو عزت اهلها اذلتن. بلقیس گفت که اگر پادشاه ها وارد یک دیهت شوان، همون شهر و نویه دیهه های چپگردان میکنن و عزیزترین مردم اونهای خارترین میگردانن. الله تعالی گفت که و کذلک یفعلون، لیکن همین خیل میکنن. گفت گفی همین زنه که مشرکه، الله تعالی تصدیق کرد و کذلک یفعلون. در حقیقت یعنی پادشاه ها همین خیلی هست گفت، وقتی که وارد یک قشلاق میشن، وارد یک شهر میشن، اما رو چپگردان میکنن. و هیچونی پیامبر صلی الله علیه وسلم صدقه که و هو کذوب گفتن، راست گفته است لیکن باید دروغچی گفتن شیطان ها. سخنی شیطان کدی هر شب ما عمل میکنیم، پیش از خواب رفتن آیت الکرسی اگر خوانی شیطان تا سحر ضرر نمیرسوند گفتن، لیکن پیامبر صلی الله علیه وسلم تصدیق کردن، گفتن که صدقه که، راست گفته است. گپی شیطان است اصلش، لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم تصدیق کردن، صدقه که و هو کذوب، راست گفته است لیکن او دروغچی است. بنابراین بعضی عالم ها
که در مناظره اشتراک کردند مایل به سخنهای شیخ الاسلام تیمیه کردند. چون که دو نفر مجادله کنند، شما یک شخصی خالص باشید، حتی بودن شخصیت رو یکی شیخ الاسلام نمیشناختن. اون زمان زمان حاضر نبود که یک عالم همه دنیا شناسد. همه عالم که میشناخت، آن آدم هایی که کتابش خوانده است یا دیده است هم ها میشناختن، نمیشناختن. به نام این غرض نداشتم. وقتی گوش کردم دلیل ها را، عقیده را قبول کردم، گفتن راست میگوید. گفت خیلی مردم جانبداری از شیخ الاسلام تعمیه کردم. بنابراین این کتاب کتاب مهم است برادر عزیز، و این دلالت به علم شیخ الاسلام میکند که در یک مجلس همین خیلی در سفر در خانه شان در پیش کتاب خانه شان نه، همین خیلی یک نظر نویسه داده تا بار خانده هم نبار آمدن سیانویس هست. انا همین کتاب ما برای شما اختیار کردیم. خب ابو العباس پدر عباس، درباره شیخ الاسلام تیمیه در ترجمه حالشان نمیگویم، برای اینکه ترجمه شیخ الاسلام تیمیه علاوه یک باید صحبتی وسیع شود. احمد نامشان ابن عبدالحلیم، نام پدرشان عبدالحلیم ابن تیمیه. تیمیه این یکی از مادر کلانهایشان، حتی پدرشان هم ابن تیمیه بودن، برادرانشان هم خیلی ابن تیمیه بودن، لیکن باباشان هم ابن تیمیه هست. بابای شیخ الاسلام مجد ابن تیمیه هست، یکی از عالمان کلان مذهب امام احمد است. باباشان هم ابن تیمیه بودن، با همین کمپیر مشهور شدن اینا. تیمیه نام یکی از مادر کلانهایشان که در بین محله میگوین امری معروف میکرد و نهی منکر میکرد و بسیار کمپیری با آبرو بود، و هر یک بچه که تولد میشد بچه تیمیه، بچه تیمیه گفته، با واسطه همون کمپیر همه شناخته شده بودن. الحرانی، حرانی نسبتاً به شهرشان که تولد شدن، حرام واقع در شام، حرام نام شهرشان، لیکن وقتی که 7 ساله شدن بعد همراهی پدرشان به دمشق کوچ بستند، همین گونه در دمشق زندگی کردند، در دمشق علم گرفتند و در دمشق از دنیا وفات کردند. سال 661 هجری به دنیا آمده، 728 هجری از دنیا گذشتند. بسم الله الرحمن الرحیم. رسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. خب بسم الله الرحمن الرحیم، این آیتی از آیات قرآن کریم است و مستحب است که انسان کتاب‌های علمی را با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کند، چون که الله تعالی سوره های قرآن را با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که مکتوب می‌نویسند بسم الله الرحمن الرحیم می‌گفتند. به نام الله، یکی از نام‌هایش رحمان است و یکی از نام‌هاش رحیم است. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى، حمد به الله که رسولش را با هدایت فرستانید. هدایت یعنی علم نافع، هدایت راهی راست. پیامبرش را با هدایت فرستانید و دین الحق، با دین حق، دینی باطل نه، دینهای باطل بسیار است. لیظهره علی الدین کلی، تا اینکه آن دین را یعنی دین اسلام را بر بالای تمام دینها عالی گرداند، حکمران گرداند و از تمام دین ها با آبرو گرداند. و کفا بالله شهیدن، و برای حق بودن این دین و برای پیغمبر بودن جناب رسول الله کفایه است شاهدی الله تعالی. الله تعالی شاهد است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر هستند و این دین دین الله تعالی است و دین حق است. و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. بارك الله. و اشهد ان لا اله الا الله، با الله تعالی حمد گفتند، بعد گفتند که و غیر از این حمد با من شهادت میدهم که غیر الله تعالی دیگر معبودی برحق نیست. معنای شهادت دادن چی است؟ شاهد میشید به یک امر غیب، یک امر غیب، مثلا
یک انسان به یک انسان دیگر قرض داده است، به نزد قاضی آمد که قرض مرا نمیدهد گفته. بعد قاضی طلب میکند که شاهد بیار. شاهد یعنی قاضی غایب بود، شاهد در آن حادثه شاهد بود، حاضر بود، دیده بود. معنای اشهد ان لا اله الا الله یعنی گویا که شما دیدید، دان بودید، شاهد بودید، حاضر بودید که غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست. ببینید یعنی چنان عقیده دارد شخص مسلمان که اشهد، من شهادت میدهم با آدم هایی که نبودید، شهادت میدهم، من شاهد هستم، من گواه هستم که غیر الله تعالی دیگه معبودی بر حق نیست. بنابراین الله تعالی ثنا به اهل علم گفت، ثنا به علما گفت و علما را به خود و فرشتگان همسایه آورد. شهید الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم. الله تعالی شاهد شد که غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست. الله تعالی شاهد، من شاهد که غیر الله دیگر اله نیست، دیگر معبودی بر حق نیست. و الملائکه و فرشتگان شاهد شدن که غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست. و عالم ها و اولو العلم، عالم ها شهادت، عالم ها در کجا شهادت دادن؟ انا همین گونه در کتاب هاشان، در خطبه های جمعه، در منبر ها، پیش از درس ها به مردم شهادت می دادن. من شاهد هستم که الله تعالی دیگر شریک نداره، او یگانه الله، یگانه خالق و رازق و پروردگار این عالم الله هست. وحده الله تعالی یگانه است، لا شریک له، شریک ندارد. این تأکید است، وحده الله تعالی یگانه است، اثبات. لا شریک له نفی، شریک ندارد الله تعالی. اقرارم بهی و توحیدن، من به این سخنها اقرار میکنم، یگانگی الله تعالی رو اقرار میکنم و یگانه میشمارم او را. توحیدن وحده یوحد و توحیدن، الله تعالی رو یکه و یگانه اعتقاد کردن و شماریدن. و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، و من شهادت میدم که محمد عبده و رسوله، بنده الله تعالی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم غیب را نمیدانم. لو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير، اگر من غیب را میدانستم کار خیر را بسیار میکردم. و ما مسنی سو، به من بدی نمیرسید. من این انا الا نذیر، من یک پیغمبر نذیر هستم، ترساننده مردم از آتش دوزخ، ترساننده مردم از عذاب الله تعالی هستم. بنده، مثلا بنده بودم، بیمار می شدم، گریه می کردم، الله تعالی لا تحزن ان الله معنا، در غار ثور بودن همراهی ابوبکر، از دشمن ها پناه به غار جستن. اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم پناه نمی جستن، اگر مخلوق نمی شدن، پناه جستن. وقتی که حضرت ابوبکر گفت که یا رسول الله اگر یکی آنها به پایش نگاه کنه ما رو میبیند، تنگی لا تحزن ان الله معنا، غمگین مشو، الله تعالی همراه ما است. و رسوله، پیامبر صلی الله علیه و سلم غیر از اینکه بنده بودن رسول هستن، یعنی باید از مرتبه بندگی بالا نبرداریم و از مرتبه رسولی پایان نفراریم. قدر و قیمتی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را باید دانست. پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین مخلوق هستند، از روی قدر و قیمت، از روی بزرگترین مخلوق در دنیا عرش است، از روی حجم، از روی حجم. پیامبر صلی الله علیه و سلم از روی حجم از زمین کلان نیستند، از آسمان کلان، که از روی قدر و قیمت، مرتبه در درجه اول هستند. صلی الله علیه و سلم، الله تعالی سلام و درود به پیامبر صلی الله علیه و سلام فرستاند، تسلیما مزیدا و سلام های زیاد فرستاند. این مقدمه هست، عبارت از حمد و ثنا هست. اعتقاد الفرقه الناجیه المنصوره الى قیام الساعه اهل السنه والجماعه. اما بعد یعنی کلمه ای که بین خطبه و بین موضوع آورده می شود، اعتقاد الفرقه الناجيه المنصوره الى قيام الساعه اهل السنه والجماعه. اعتقاد فرقه ناجیه، فرقه گروه، ناجیه نجات یابنده.
این هر یک کلمه ها در حدیث ها ثابت شده از برادرها، فرقه، ناجیه، منصوره، همش اومدگی است. فرقه یک گروه. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که امت من به نزدیکی به 73 فرقه تقسیم می شود. فرقه همه آنها در دوزخ هستند غیر یک فرقه، گفتند. یعنی همین فرقه یعنی جماعت، گروه. الناجیه آنهایی که از آتش دوزخ نجات می‌یابد، چون به همه همش در دوزخ است، گفتم کلها فی النار، همش در دوزخ است، مگر همین فرقه الناجیه، اینا نجات یابنده هستند. المنصوره، الله تعالی این فرقه را نصرت می‌دهد. اگر مدامی که در عقیده ثابت قدم باشند و طبق شریعت عمل کنند، الله تعالی آنها را نصرت می‌دهد. منصوره این صفت اهل سنت و الجماعت است که آنها یاردم داده میشن تا روز قیامت، الى قیام الساعه، تا روز قیامت این فرقه موجود است، نیست و نابود نمیشد. اهل سنت و الجماعت، اینها اهل سنت هستند، برای آنکه طبق سنت عمل میکنند. وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند کردند، سنتی پیامبر صلی الله علیه و سلم رو میبینم با جان و دل قبول میکنم. و الجماعه، و اینها اهل اجماع هستند. اجماع مسلمان ها چهارمین رکنی، چهارمین مبنای شریعت هست و اهل جماعت هستند. بنابراین این لقبی مشهورترین اهل سنت و الجماعت، یعنی اهل سنت و الجماعت یکی از مشهورترین لقب های ان همین گروه هست که خواه فرقه گروه ناجیه گوید، خواه اهل سنت و الجماعت گوید، همه این منصور همون یک منظور یک گروهی که پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را گفتند که آنها چی هستند، یعنی نجات می‌یابند. این معنای اون ندارد که 72 گروه به دوزخ رود، 71 گروه یک گروه به جنت رود، یعنی که اهل سنت و الجماعت خیلی کم، نه، بلکه اکثری امت اسلام اهل سنت و الجماعت هستند. یعنی اهل باطل 72 گروهی باطل به یک گروه اهل سنت نمی براید، از روی عدد هم آنها کم کم فرقه ها هستند در همه گوشه و کنار دنیا. الله تعالی عددشان رو کم گرداند. خانید الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. گفتن که اعتقاد فرقه ناجیه منصوره تا روز قیامت، یعنی اعتقاد اهل سنت و الجماعت، این است که ایمان آوردن به الله تعالی و فرشتگانش و کتابهایش و پیغمبرهایش و زنده شدن بعد مردن و ایمان آوردن به تقدیر نیکی و بدی است. اعتقاد اهل سنت و الجماعت ان همین شش چیز به ایمان آوردن است. بعد خانه دوامشه مقصد چیزهایی که بسیار شنیدگی هستید به پایان میگذاریم. و من الایمان بالله، الایمان بما وصف به نفسه فی کتابه و بما وصفه به رسوله صلی الله علیه و سلم من غیر تحریف ولا تعطیل و من غیر تکییف ولا تمثیل، بل یؤمنون بان الله سبحانه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. خب بعد گفتن که و من الایمان بالله، ببینید برادرها، گفتن که عقیده اهل سنت و الجماعت ایمان آوردن به الله تعالی و فرشته ها و کتاب ها و روز قیامت گفتن، بعد گفت اكو یک تا شروع میکنم. از جمله ایمان آوردن به الله، ایمان آوردن به آن که الله تعالی بما وصف به نفسه فی کتاب، ایمان میبریم که چخیلی که الله تعالی در قرآن خود را وصف کرده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم چخیلی که الله تعالی را وصف کرده است، ما همین خیلی باید وصف کنیم. انا همین از جمله ایمان آوردن به الله تعالی میشد. برادرای عزیز، برای چی حالی بعضی آدم ها عقیده و توحید گفتن؟ عقیده چی علم است و توحید چی علم است؟ عقیده
اگر شما عقیده تهاویه خوانده باشید میگن که و نرى المسح على الخفين في السفر والحضر و ما یعنی اعتقاد اهل سنت و الجماعت این است که به مسحی مسح کشیدن رو اجازت میدانیم هم در سفر هم در حضر گفتن یعنی درباره چی گپ زدن مسی و درباره ولات الامور گپ زدن درباره عالم ها گپ زدن درباره عموم اهل سنت و الجماعت گپ زدن یا درباره مثلا پیغمبرها گپ زدن این عقیده هست عقیده چیزی وسیع هست اما توحید فقط درباره الله تعالی بنابراین بهترین علم علم توحید است برای چی؟ برای اینکه موضوع بحثش درباره الله تعالی هست هر علم شرفی هر علم آبروی هر علم به سبب چی است؟ به سبب موضوعش مثلا علم زالاگیا علم خوب است درباره چی گپ میزنه؟ درباره حیوان گپ میزنند علم آناتومی درباره آدم گپ میزنند کدام این علم ها مرتبهش بلندتر است آناتومی برای چی؟ برای اینکه وای آدم از حیوان بهتر است یا یک انسان طبیب است طبیب انسان یک انسان طبیبی بیطار است طبیبی حیوان است هر دوشم علم است گاه می شود طبیبی بیطار را میکاوید از این شهر به این شهر از طبیبی انسان ها محتاجتر میشه و قدرش میرسید علم دارد لیکن طبیبی انسان از طبیبی بیطار بهتر است برای چی؟ برای اینکه موضوع بحثی طبیب انسان عضو انسانیت است علاج بیماری های انسانی است انسان را از مرگ نجات می دهد اما بیطار حیوان را موضوع از روی موضوع بحثش به علم بها داده می شود علم توحید درباره خالق معلومات می دهد مثلا اگر علم فقه درباره طهارت، نماز، روزه، زکات، عبادات معلومات میدهد علم خوب است بنابراین بعد عقیده بهترین علم علم حلال و حرام است گفتم لیکن علم توحید درباره الله تعالی سخن میکند حال علم عقیده درباره جن های معلومات میدهد جن ها چی مخلوقی هستند بازگشتشان به کجا است آیا جن ها به جنت میرن یا نه کی به سوال جواب میدهد جین ها به جنت میره یا نه؟ میروان دلیل مستمر داره گوسوز دلیلش همین که و آیم نفسشون هست برای همین جنت میرن یا جنت یا دوزخ میرن دلیل از قرآن یا سنت میشه در برادر والله خلقت الجن والانس الا ليعبدون خب نمی برای جنت رفتنشون این دلیل نمیشه ده برای... بعضی ها میگن که جین ها روز قیامت جین های مسلمان خاک میشن جین های کافر به دوزخ میرن اما جین های مسلمان هم تو خاک میشن میگن یا علیتنی کن تو تراب شخص کافر این وضعیت میبیند و میگن که کاش که منم خاک میشنم مانند حیوان ها و بعضی علما میگن که یا علیتنی کن تو تراب این درباره حیوان نمی این درباره حیوان لیکن این کافر تمنا میکند روز قیامت کافر تمنا میکند کاش که منم حیوان می بودم و می مردم بعضی علما جین ها را هم گفتند که جین های مسلمان خاک می شد گفتند یعنی نه عذاب نه راحت حالی حضرت عمر می گون که کاش که من یک برگ درخت می شدم برگ درخت چی می شد؟ هیچی خاک می شد تمام نه جنت می رد نه دوزخ یعنی از خوف دوزخ می گفتند که کاش یعنی که یک برگ درخت می شدیم که مقصد خاک شده نیست و نابود شده می رفتیم و احتمال دوزخرگی ما نمی شد می گفتم خب و قول سعی جین ها به جنت می دارن جین های مسلمان الله تعالی می گوید که لم یطمثهم انس قبلهم ولا جن هورهای جنت رو نه جین دست رسانده سو نه انس
این دلالت میکند که جین ها هم دست میرسونند، یعنی که اگر به جنت وارد شوند. فهمیدید؟ خب، یعنی که درباره جین هم علم میگیرید عقیده حساب میشند. نخواد یک جین مثلا علمی که درباره جین آموختید با علم توحید برابر باشد. برابر نیست. برای چی؟ برای اینکه درباره جن است، این درباره الله تعالی معلومات میده. برای همین سوره اخلاص برابر سیک قرآن است. برای چی؟ برای اینکه 100% درباره الله تعالی معلومات داده است. یگان دیگر موضوع نیست در سوره اخلاص. برای همین اخلاص نامیده شد. سوره تبت خواند بعد اخلاص فقط درباره ابو لهب و زنش. اون سوره هیچگاه مثلا به اخلاص برابر نمیشه. برای اینکه اخلاص هر دوش هم قرآن است، لیکن موضوعش وقتی که درباره الله تعالی است اون سوره سوره بزرگ شد. یا آیت الکرسی بزرگترین آیت در قرآن است. برای چی؟ برای اینکه درباره الله تعالی گپ میزند. خب، از جمله ایمان آوردن به الله تعالی هست ایمان آوردن به آن چیزی که الله تعالی خودش را در قرآن وصف کرد و به آن وصفی که پیامبر صلی الله علیه و سلم الله تعالی را وصف کردند. الله تعالی خودش چخل برای ما شناسانیده باشد، ما باید همین خل شناسیم الله تعالی را. پیامبر صلی الله علیه و سلم الله تعالی را به ما چخل شناسانده باشند، ما باید همین خل شناسیم. من غیر تحریف گفتند، باید حرف تغییر ندهیم، به جای استوا استولا نگوییم، یا لام کش نکنیم. وقتی که یهودای الله تعالی و قولو حتتون گفت، آنها حنتتون گفتند. حنتتون به جای حتتون حنتتون، یعنی نون اضافه کردن. بنابرای ابن القیم گفتن که الله تعالی برای یک نون اضافه کرده که آنها رو لعنت کرد. الله تعالی حتتون گوید، حتتون گوید گفت، آنها حنتتون گفتن. بسیار خلقی جریء بودن، بسیار خلقی جرعتدار بودن. این الله فقیر و نحن اغنیا، الله تعالی کمبغل است، ما بای هستیم. گفتن بسیار جرعت میکردن و الله تعالی گفت که غلت ایدیهم و لعنو بما قالو، دست خداشان به قفاشان بسته شد. الله تعالی گفتن که دست الله تعالی و پشت گردنش بسته شدگی است. این یعنی یک کلمه که برای بخیلی مثال آورده میشد. اگر انسان دستش با زنجیر به قفاش بسته شده باشد خیر کرده نمیتوند. اونا همی خیلی گفتن. بعد الله تعالی در جوابش که غلت ایدیهم، دست خداشون بر قفا بسته شد گفت. و لعنو بما قالو، لعنت کرده شدن به سبب همین قفاشون. بل یداهما بسوطتان، بلکه دست الله تعالی کشودگی از هر دوشان. چه خیلی خواهد خیر و صد و سخاوت نفقه میکند. بنابراین یهودا دنیا دا از همه بخیلترین مردم یهودا هست. خب، من غیر تحریف حرف تغییر نمیتیم. ولا تعطیل، تعطیل بیکار کردن یک صفت الله تعالی. الله تعالی گفت که الله تعالی دست دارد گفت مثلا. اگر ما گوییم که دست ندارد گوییم، ما یک صفت بیکار کردیم. الله تعالی چشم دارد گفت، ما گوییم که الله تعالی چشم ندارد گوییم، این صراحتا یک صفت الله تعالی که در قرآن و در سنت آمده است بیکار کردن است. تعطیل پورا بیکار کردن. ما الله تعالی رو همون گونه ای که الله تعالی خودش وصف کرده است، پیامبر صلی الله علیه و آله وصف کرده، همین خیلی وصف میکنیم. من غیر تحریف حرف اضافه هم نمیکنیم، یا حرف کم هم نمیکنیم، بیکار هم نمیکنیم. و من غیر تکیف نمیگیم که دست الله تعالی چه خیلی بشودن، نمیگیم چه خیلی گفته، سوال نمیتیم. ولا تمثیل، مثال هم نمیاریم. دست الله تعالی هست، مانند دست ما نمیگیم. بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بلکه ایمان میبیارم اهل سنت و الجماعت با اینکه الله سبحانه و تعالی ليس كمثله شيء، مانند الله تعالی چیزی نیست،
و الله تعالی بینا شنوا و بینا است. همین آیت اصل هست در اسما و صفات برادرها. این برادر قاری بسیار به قایده های لغوی عربیتان خوب است، نحوتان خوب است، حرفتان خوب است. وقتی که به این الله سبحانه و تعالی و آمدید، اعوذ بالله من شیطان رجیم گفتید. اگر ضرور میشد شیخ الاسلام تیمیه میگفتن میجه، اگر ضرور میشد پیامبر صلی الله علیه وسلم میگفتن. بنابراین و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم فقط به قرائت قرآن است، برای استشهاد و برای استدلال مشروع نیست. برای اون که ما یک کاری خیر کردنی شویم تا دلیل نداشته باشیم نمیکنیم، باید دلیل داشته باشیم. پیامبر صلی الله علیه وسلم در حیاتشون یگان مراتبه استعیذ بالله گفتگی نیستند، اما اعوذ بالله من شیطان الرجیم گفتگی هستند، لیکن پیش از قرائت قرآن. وقتی که مثلا یک رو دو رو شت شما قرآن خواندنی هستید، بسم الله الرحمن الرحیم مثلا میخونید، کف ها یا عین صاد قرائت کردنی هستید، در این حالت شما باید اول اعوذ بالله من شیطان الرجیم یا اعوذ بالله السمیع العلیم گویید، بعد اگر سری سوره باشد بسم الله الرحمن الرحیم گویید، بعد آیات خواند. اما برای مثال آوردن، برای دلیل آوردن، برای شاهد آوردن از قرآن، اعوذ بالله من شیطان الرجیم مشروع نیست. لیس کمثله شی، مانند الله تعالی چیزی نیست. این یک نفی مجمل، یگان چیز مانند الله تعالی نیست. و هو سمیع البصیر، الله تعالی شنوا است و بینا است. میگوید که آخی منم شنوا هستم، منم بینا هستم. کسی که همی خیلی گفت میگویم که لیس کمثله شی، مانند الله تعالی کسی نیست، چیزی نیست. برای اینکه شنوایی شما محدود است، بینایی شما محدود است، بینایی ما محدود است. ما نمیدونیم که حاضر در قفای کامیر خواب هستند، خواب رفته گوش کرسدیان مثلا، که ها نشسته گوش کرسدیان، ما نمیدونیم، لیکن الله تعالی میداند. یعنی که مانند الله سبحانه و تعالی کسی نیست. خونید فلا ينفون يحرفون الكذب عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته كفوية. ولا يكيفون فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. أهل السنة والجماعات نفي نميكنن از الله تعالى اون چيزي كي الله تعالى خودش را وصف کرده است. الله تعالى گفت است كي وغضب الله عليه، الله تعالی برای آنها غضب کرد. گفت غضب الله علیه، آدمی که آدم مسلمان را به قتل میرساند قصدن، غضب الله علیه، الله به او غضب کرد. گفت این الله تعالی خودش را وصف کرد. همین خلاص برادر را گوش دارید، الله تعالی غضب کرد یعنی خودش را وصف کرد. ما همین وصفی الله تعالی را این کار نمیکنیم، نمیگویم که الله تعالی غضب نمیکند، نمیگویم، چون که الله تعالی غضب الله علیه، الله تعالی به او غضب کرد و لعنه، لعنت کرد. گفت در قرآن کریم از ما چگونه اینه نفی کنیم؟ نه الله تعالی غضب نمیکند، نه الله تعالی لعنت نمیکند، الله تعالی مهربان است. همین خیلی گویم الله تعالی خود رو همین گونه وصف کرده است. پس ما وصف الله تعالی رو نفی نمیکنیم، نفی یعنی انکار نمیکنیم. ولا يحرفون الكلمه عن مواضعه، اهل سنت والجماعت کلمه ها رو از جاش تغییر نمیتیان. يحرفون تحریف نمیکنن، کلمه سخن را از جاش به جا نمیکنن، تغییرات نمیدارن به سخن الله تعالی، یگون حرف زیاد و کم نمیکنن. ولا يلحدون في اسماء الله واياته، و در نام های الله تعالی و آیات الله تعالی الحاد نمیکنن. الحاد چی معنا دارد؟ مایل، مایل کردن به سوی باطل. لحد هم از همین کلمه گرفته شده است. لحد اول چکوری را میکرد و بعد به یک طرف لحد میکرد. لحد یعنی مایل میکند، به یک طرف قبرکن، قبرکنی را چکوری به مایل میکند، برای همین لحد نامیده شده است. یلحدون یعنی به یک طرفی کج، راهی را نادرست
الحاد مایل میکند به سوی باطل در نام های الله تعالی و در صفات های الله تعالی. این نام های الله تعالی و صفات های الله تعالی، آیات الله تعالی، علامت های هستی الله تعالی، این چیزایی هست که عقیده انسان رو مستحکم میگرداند. عقیده که شد بعد عمل میشد برادرها. همه شما اعتقاد دارید که الله تعالی هست، برای همین عبادت کرده ایستادید. همه شما اعتقاد میکنید که علم بهترین عبادت است، برای همین در این وقتی شب علم گرفته ایستادید. مردم شاید پول جمع کرده ایستادند، مردم در لهو و لعب وقتی خود را گذرانده ایستادند. شما علم دارید، اعتقاد دارید، بنابراین اعتقاد اساس است، علل خصوص دانستن نام های الله تعالی و صفت های الله تعالی. ولا یکیفون، و نام های الله تعالی و صفت های الله تعالی رو کیفیت نمی پرسن. خوب فهمیدیم الله تعالی غضب میکرد است. خوب چه خیلی غضب میکند؟ مثلا ما اگر غضب کنیم چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه گفتند اگر غضب کنند در بالای منبر برام کانه منذر جیشین، گویا که مردم رو از یک لشکر، لشکری جنگ میترسانند، آنها رو آگاه میکردند. وقتی که دو نفر غضب کرد در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، روی هاشون سرخ شده بود، رگ های گردن هاشون برآمد. خب الله تعالی چه خیل غضب میکرده باشد؟ وقتی که الله تعالی غضب کند آیا همین صفت ها رو نمیگویم؟ ما کیفیت نمیگویم چه خیل غضب میکند؟ گفتن نمیپرسیم. اهل سنت و الجماعت لا یکیفون گفتن، کیفه کیفه نمیگن. چخیل الله تعالی میبیند، چخیل الله تعالی میداند، چخیل الله تعالی بر بالای عرش برآمد، حالا چیکار کرده استاد از الله تعالی در بالای عرش؟ کیفه کیفه گفته سوال نمیدین. کیفه به معنای چگونه است؟ چخیل چگونه خونید؟ ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، ولا يمثلون صفاته، ولا يمثلون صفاته مشات بصفات خلقه. صفات های الله تعالی رو به صفات های خلق مثال نمی بیارن، یعنی مانم نمیگن. بله الله تعالی هم دست دارد مانند دست ما. الله تعالی میخندد چخیلی که ما میخندیم نمیگویند. صفات های الله تعالی را به صفات های مخلوق ها مانند نمی کنند. لانه سبحانه لا سمی له، چون که الله تعالی هم مثل و مانند ندارد. هل تعلم له سمیا، آیا یگان کسی را میدانی که نظیر الله تعالی باشد، برابر الله تعالی باشد؟ یک معنا هل تعلم له سمیا، آیا یگان آدم میدانی که نامش الله باشد، هم نام الله تعالی باشد؟ استفهام انکار، یعنی نیست. لا سمیه له، الله تعالی هم مثل هم مانند هم نام ندارد. لانه لا سمیه له، خب ولا کفء له، کفء ندارد. کف ولم یکن له کفوا احد، الله تعالی برابر ندارد. یگان این کف در کتاب های نکاح میگن، این آیله به آن آیله کف هست یا کف نیست میگن. کف میخیل که یک آیله به یک آیله باید رفت خواستگاری کند که غالبا همین آیله ها به همدیگر برابر باشند، نزدیک باشند. اینش هم مثلا یا مهاجر است، اینش هم مهاجر است، اینش هم بیچاره همین یک کاری عادی میکنه، اینش هم یک کاری اون، یا آدمی بای یا آدمی کمبغل خواستگاری نکند. مذهبی حنفی هم خیلی میگه و دیگر مذهب هم میگه که کف با دین است میگه، لیکن واقعا تاثیر میکند. آدمی بای به دولت اگر کمبغل گیرد بیچاره دختر تحقیر میکنه، اون بیچاره دختر در خانه کمبغل به وای رسیدگی هست، دستورخانه او از دستورخانه این فرق میکند، طهارت خانه و از اینها فرق میکنه، اون بیچاره در اونجا دیگه تربیه یافته است، معنی آداب و اخلاق این خانواده نمیداند، بعد یک شلاقی کمبغل گدا همیشه تحقیر ها میشه. برای همین بعضی علما گفتند که باید از کفی خودش خانه دار شود. مقصد همین که الله تعالی کف ندارد، فهمیدید؟ کف یعنی برابر خانه.
و لا نیده لو نید شریک، شریک ندارد الله تعالی، نه به شریک در یگان کارش به شریک. مثلا اگر یک خانه ساختید دوستا شریک میشه، یا تجارتی کلان کنید دو کس شریکی میشه، یا سه کس شریکی شرکت میکنید، یا چند صدها نفر آدم اشتراک میکند. الله تعالی شریک ندارد، حتی مصلحتچی ندارد، مشاور ندارد، معاون ندارد، شریک ندارد الله تعالی. ولانی دله نید شریک و تجعلون له اندادا. شما مگر به الله تعالی شریک ها قید میکنید، قرار میدهید، گفته الله تعالی این کار میکند. ولا یقاس بخلقه، الله تعالی به خلقش قیاس کرده نمیشد. قیاس سبحانه اعلم بنفسه و بغیره. الله تعالی به خلقش قیاس کرده نمیشد. برادر عزیز، یا مراتب گوش اندازید، برای شناختن الله تعالی یا برای شناختن هر غیب سه راه است. یک چیز از نظری ما غیب است. شما ماشین خریده میفروشید مثلا، یک دیگر تاجر به شما گفت که یک ماشین یافتم میخرید، گفت شما ماشین ندیدید، چه خیر همون ماشین تصور میکنید. سه راه دارد برای تصور کرد. یکمش مشاهده، دیدم، اگر نزدیک باشد میرید میبینید، یا اینکه امروز زمان ها به واسطه کامره میبینید، مشاهده کردی، شما تصور میکنید همون چیزه. تصور میدونید، پرستاوید، تصور میکنید همون چیزی غیبه. اگر این ناممکن باشد مقایسه میکنید، میگوید که همون ماشینی چیه دیدی، میگوید مثلا کامریه، انا همون به مانند است، میگوید لیکن فقط که در فلان جاش کمتر دیگرگونی هست، میگوید یعنی کمری دیدی همین ماشین دیده که بریم مثلا هفته، قیاس میکنند. بعد شما تصور میکنید، چیزی ندیدید، غیب است، تصور میکنید با قیاس، ها به فلان ماشین مانند بود لیکن کمتر فرق میکرده است، مقایسه. این در حق الله تعالی ناممکن است. مشاهده هم ناممکن است در دنیا. در دنیا یگان انسان حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم الله تعالی رو ندیدند. حضرت عایشه رضی الله عنها گفتند که کسی اگر حدیث گفت که الله تعالی رو پیامبر صلی الله علیه و سلم دیدند، دروغ گفته است. گفتند پیامبر صلی الله علیه و سلم با الله تعالی گپ زدند بدون پرده، شنیدند، گپ زدند، لیکن ندیدند. در این دنیا هیچ کس نمیبینه الله تعالی رو. حضرت موسی طلب کردند، الله تعالی گفت که تو به کوه نظر کن، اگر کوه در جاش ایستد تو منو میبینی، کوه پاره پاره شد، در پایان میآید. خلاصه دویم وجه هم نمیشد، الله تعالی رو دیده نمیشد، قیاس هم کرده نمیشد به یکون چیز دیگه. ولی قیاس به خلقه یگانه سیم راه میموند، خبرون صادق، به واسطه خبری صادق میفهمیم، خبری که راستگوی است. اگر ماشین فروش آدمی بی امانت باشد، یک نوع وصف میکند که بعدی خریدن پشیمان میشه، چون که باید وصفای دروغ کرد. خبری صادق، خبری کی است؟ خبری الله است و خبری رسول الله است صلی الله علیه و سلم. انا همین دو خبر خبری صادق است. یگانه روی شناختن الله تعالی و تصور کردن الله تعالی، این به خبری صادق میشد. بنابراین ولا یقاس بخلقه، الله تعالی به خلقش قیاس کرده نمیشه. اهلی اصل اهلی بدعت، این قیاسی الله تعالی به مخلوق است. برای چی وسیله گفتم؟ برای آنکه گفتن که به پیش یک رئیس مباشرتا در آمده نمیشد، با یک واسطه در کار است که در آرد در نزد رئیس شما شناس کند، با اجازت گرانده به شما سخن کند در پیش رئیس، در پیش امیر، در پیش وزیر. یعنی الله تعالی هم همین گناه است. ما مباشرتا به الله تعالی نمی بریم، ما اولیاء الله عبادت میکنیم، آنها در حق ما از الله تعالی استغفار میپرسند، یا ما کوه های عبادت، سنگ های عبادت، غار عبادت، درخت عبادت، اینها چیزهای بیگناه هستند، اینها واسطه میشن بین ما و الله تعالی. این شرک است. برای چی این کار را کردن؟ اصل خطاگی آنها این است که الله تعالی را به مخلوق مانند کردن. الله تعالی به واسطه
قبول میکند، بواسطه شما را گوش میکند. فانه سبحانه و تعالی اعلم بنفسه و بغیره. در حق الله تعالی عالم ترین ذات الله تعالی است، از همه الله تعالی را خوب میشناختگی شخصی الله تعالی است و دیگرهای هم میخیل. پیغمبر حضرت محمد علیه الصلاة و السلام را هم از همه خوب که میشناسد الله تعالی میشناسد که پیغمبر قرار داد. فرعون هم که خوب میشناسد الله تعالی میشناسد. شیطان هم از همه که خوب میشناسد الله تعالی میشناسد. هر یکی ما و شما را از خود ما دیده الله تعالی خوبتر ما را میداند. و اصدق و قیلن غیر این که الله تعالی همه چیز را میشناسد و میداند، با الله تعالی راستگوی است، دروغ نمیگوید. اصدق و قیلن یعنی راستگوی ترین ذات است از روی سخن. و احسن و حدیثن غیر از این که راستگو هست، با سخنش زیبا هست. یعنی یه لیتر بنزین بیار گفته، یه لیتر چای در نظر ندارد، خوشروگ هم بزنه الله تعالی. وقتی که دست گفت، دست در نظر دارد. وقتی که چشم گفت، چشم در نظر دارد. نخواد الله تعالی دست گفت دیگر چیز در نظر داشته باشد. فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا. الله تعالى برای در حق خودش هم داناترین ذات است، عالم ترین، و در حق غیر خودش هم و صادق ترین ذات هست از روی قول. و احسن حدیثا من خلقه، از خلق دیده الله تعالى زیبا سخن میکند. سخن الله تعالى زیباترین سخن است. و من احسن من الله و من اصدق من الله قيلا. الله تعالى میگه کی زیباتر از الله تعالی از روی سخن یعنی نیست. خانید. ثم رسله صادقون مصدقون. سپس بعد الله تعالی عالم ترین مردم این پیغمبرهای الله تعالی است، رسولهای الله تعالی است، فرستاده های الله تعالی است. رسول هر یک پیغمبری که برای شریعتی نو آمده است. رسول ها کم هستند. هر یک رسول هم پیغمبر هم رسول، اما هر یک پیغمبر رسول نه. پیغمبر ها 124,000، رسول ها 315 دانه. رسول ها کم هستند. ثم رسوله صادقون، بعد الله تعالی عالم ترین شخصیت های این رسول ها هستند که راستگو هستند. صادقون مصدقون، و راستگویی آنها از جانب الله تعالی هم و از جانب مؤمن ها هم تصدیق شده است. بخلافی بخلافی آنهایی که در حق الله تعالی آن چیزی که نمیدانند همان را میگویند. الله تعالی را نمیشناسه درباره الله تعالی گپ میزند. ولی هذا قال سبحانه و تعالی سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. بنابراین الله سبحانه و تعالی گفت، من بینه شیخ الاسلام تعمی علاکه دویون بار آیات آور سادیم، نگفتن اعوذ بالله من شیطان رجیم و استعیذ بالله نگفتن. شما نز اهمیتیت میبینید. ولی هذا قال سبحانه و تعالی سبحان ربک رب العزت عما یصفون. پاک است پروردگارت، رب العزه، پروردگار عزت، عما یصفون، از اون صفات های بدی که مشرک ها و کافر ها الله تعالی را وصف کردند. الله تعالی فرزند دارد، الله تعالی دختر دارد، الله تعالی همسر دارد، گفته الله تعالی را وصف کردند. الله تعالی گفت که الله تعالی پاک است از وصفی که مشرک ها الله تعالی را وصف کردند. و سلام علی المرسلین، و سلامتی به پیغمبرها باد، به رسولها باد. و الحمد لله رب العالمین، و حمد به الله که پروردگار عالمیان است. گفتو فسبح نفسه عما وصف به المخالفون للرسول. پس الله تعالی خود را پاک کرد از آن وصفی که مخالفای پیغمبر الله تعالی را وصف کردند. دشمنان پیغمبرها الله تعالی را وصف میکرد، الله تعالی کمبغل است، الله تعالی بخیل هست، الله تعالی این است و یه صفت صفتهای بد میکردن. الله تعالی
خود را از وصفی آنها پاک کرد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون گفت. پروردگارت از وصفی که مشرک ها و کافر ها الله تعالی را وصف کرده از آن وصف ها پاک است. و خونید و به پیغمبر را سلام فرستانید. برای چی؟ خونید لسلامت ما قالوا من النقص قالوه من النقص والعیب. برای سلامت بودن سخنهای آنها از کمبودی و از عیب. سخنهای پیغمبرها از عیب از نقصان خالی بود. خلاصه کلام در همین نقطه می استیم. خلاصه کلام شیخ الاسلام تیمیه گفتن که از همه الله تعالی را الله تعالی خوب می شناسد. سپس پیغمبرها. بنابراین ما باید فقط چنگ به قرآن و سنت زنیم برای شناختن الله تعالی. چونکه مخلوق ها دیگر ها نمیشناسه الله تعالی را. فقط الله تعالی میشناسد. پیغمبر ها میشناسه الله تعالی را. چی خیلی که الله و پیغمبر ها الله تعالی را وصف کرده است، ما همین گونه باید وصف کنیم. تغییر نتیم، چی خیلی نگوییم، مانند نکنیم، چی خیلی که هم خیلی وصف کنیم. چونکه الله تعالی هم راست میگوید هم زیبا گپ میزند، شروع گپ میزنه، یک چیز فراموش نمیکنه، خوب گپ میزنه، بهترین لفظ، بهترین سخن، سخن بهترین کلام، کلام الله سبحانه و تعالی هست. در همین قدر کفایه میکنیم.